صبح وعده داشتم با آقای قرباقی، یه طرحی داده بودم که نه اجرا کنند. یه طرحی بود که حکومت نظامی را هر کس منع عبور و مرور را هر کس بشکنه آنن توقیف بشه و با خشونت، با دستمال ابریشمی هم نمیشه. این در شورای امنیت تصویب شد. بنا شد که برای اجرای این اگر اشکالی پیش میاد یک شب بعد ما اجرا بکنیم، ولی صبح روز بعد اگر اشکالی هست آقای قرباقی بیاد پیش من ساعت 8:30 صبح. من شب سه دفعه بهش تلفن کردم، سه دفعه جواب گنگ و مبهم به من داد که آدم فرستادم، تانک ها فلان جا هستن، چی هستن، چی هستن. داره ساعت 8:30 که بنده رفتم به دفتر، سب کردم تا 9 شدم نیامد. چون او آسون بود براش، هلیکوپتر می آمد، دانشکده افسری دو قدم بود. دو دل شدم که این چرا نیامده، چرا نشد اینا. هی ما تلفن کردیم، هی گفتم در یه جلسه مهمی. از روی بالکن چیدم دیدم گاهی صدای مسلسل میاد. ساعت 10 یک مقداری مکس کردم که چه باید کرد. به دو سه تا از دوستانم و به دو تا بختیاری اونجا بودن، اونا گفتم شما اتومبیل که من دارم، اتومبیل بلنده بود که مال نخست وزیرها بود و فلان اینا، او را با دو تا اتومبیل دیگه آماده دو بکنید، اون در اونجا را هم بگید باز بکنن، ولی تا زمانی که مسلسل تو بالای اتاق من نزنه من نمیرم از اینجا. ساعت 10:30 بود، قرباقی پای تلفنه. 21 بهمن روزی یک شنبه بود. گفتم که پیمسر پس چه شد، چه کار میکنی شما اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر، ارتش اعلان بیطرفی کرده. اینه گفت. من رفتم در یک دنیای دیگری، گفتم بیطرفی ما بین کی و کی؟ بیطرفی ما بین قانون و بیقانونی، بیطرفی برای ایران و ضد ایرانی. چطور چنین چیزی را من پیش بینی نکرده بودم؟ مرسی تیمسار، خیلی متشکرم. گوشه گذاشتم. حمله تظاهر کنندگان که اجه زیادی از آنان مسلح به اسلحه گرم بودن موفق شدن مقدار از عبارت و سلاح‌های موجود در قرارگاه را تخلیه کنند. گزارشی که همکنون آمده است حکایت بر این دارد که قسمت تولید و آرشیو رادیو در میدان ارد توسط تظاهر کنندگان مسلح تومه حرج شد. پادگان اشرت آباد و قرارگاه پلیس نیز اشغال شده است. سلام علیکم عزیز، از اینکه خبرها رو تونه تونه خوندم پوزش میدردم به دلیل اینکه خبر هر لحظه به دست من میرسید. با اعلان ساعت 14:15 با شما خداحافظی میکنم. قبل از اینکه به من این خبر برسه به رادیو رسیده بود. تا ساعت 1:30 بعد از ظهر که دیدم نه مردم دیگه میدونن. وقتی نظامی ها خودشون اینطور بکنن دیگه چه قوایی میتوانه جلو دیگرون رو بگیره. و به همین ترتیب شد که من دستور یه هلیکوپتر دادم که بیاد در دانشکده نظام. در حدود ساعت 2 آمد، بلند شدم، دو سه تا چیز خصوصی داشتم برداشتم و رفتم پایین. خانم کلانتری گفت که کی برمیگردید آقا؟ گفتم نمیدونم کی، ولی برمیگردم یه روزی. بعد پله ها رفتم پایین، رفتم دم در. رفتم در درم یه سروانی و یه دو تا درجه دار و چهار تا سرباز و این بر و اون بر گذاشتم و سلام دادم. حالا تقریبا ما محاصره هم هست، یکی به همینا دست دادم،
سوار اتومبیل شدم و 100 متر بیشتر نبود. آمدم توی دانشکده افسری، اونجا هم همین تشریفات، بعد یه هلیکوپتر بلند شد. گفتم عجب، ما آزادی خواستیم بریم و این آزادی رو نمیخوام، چیکارش میشه کرد؟ یه حالتی حزنی داره همچیدی، ولی باور کنید مثل اینکه کوه دماوند که رو دوشم بود برش داشته بودن، بال داشتم دیگه تقریبا. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.